خانم ها، آقایان، با گرمترین درودها خوش آمدید به برنامه پرسش و پاسخ از لندن. امیدوارم حالتون خوب و سلامت باشید. این برنامه رو میتونید در وبسایت bijanfarhoodi.com و همینطور شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و آیدیا تیوی از طریق GLWiz تماشا کنید. مهمان برنامه این بار عباس پهلوان هستند، از شناخته شده ترین روزنامه نگاران ایران پیش از انقلاب 57 که 14 سال سردبیری مجله وزین فردوسی را در تهران که به نشریه روشنفکران ایران معروف بود بر عهده داشتند. با هم به دیدار عباس پهلوان در لندن می رویم که از لس آنجلس آمده است. درود بر شما آقای عباس پهلوان عزیز، خوش آمدید به لندن. خیلی لطف شما، ممنون. خیلی خوشحالم خدمت شما هستم و امیدواریم که گفتگوی باشه که مطلوب شما باشه. و مطلوب شما، آخرین باری که شما رو دیدم در لس آنجلس بود، فکر میکنم 4-5 سال پیش بود در اونجا تو یکی از این تلویزیون ها مثل که بله. برنامه اجرا میکردید. متاسفانه. چرا متاسفانه؟ در یکی همون تلویزیون های لس آنجلس حتا سر اکثرا حال نداره، حال نمیده بارم. خب شما برای رونمایی از جلد دوم کتابتون، کتاب مثلا خاطرات، به بله. لندن تشریف آوردید. بله. و قراره که دو سه روز دیگه هم در کتابخانه مطالعات ایرانی صحبت کنید. حالا یه بیوگرافی کوتاه از خودتون برای نسل جوان ایرانی میتونید بدید در یه دقیقه مثلا؟ ۴ فروردین 1316 متولد شدم، دبستان نوبنیاد خیام 6 ابتدایی رو تموم کردم، بعد رفتم دبیرستان دارالفنون تموم کردم، بعد در کنکور رفتم قبول شدم، پدرم مرد، بچه ها بی سرپرست موندن، من مجبور شدم کار بکنم. زودترین و بهترین کاری که بلد بودم میتونستم بکنم نوشتم بود که بلافاصله در روزنامه آژانس پذیرفتم و بعد مجله امید ایران کارمون شروع کردیم. و بعد در تمام این مدت به کشورهای مختلف رفتیم، غیر از روسیه شوروی اکثر کشورهای اروپایی دیدم، آمریکا اومدم. بعد از انقلاب اعتقاد من کودتا شورش 57 اومدم در آمریکا، یعنی دو سه بعد از و در پاریس در جبهه نجات و بعد در نهضت مقاومت ملی و بعد در افشکاویانی در حال مبارزه بودم و هنوزم در حال مبارزیم. در لس آنجلس دخترم بانی خیر شد که مجله فردوسی رو بله. به اسم فردوسی امروز، یعنی متفاوت با اون فردوسی و متفاوت هم نیست، در حال من سردبیرشم، ایشون هم مدیرشن، زحمت میکشیم و در میریم. بسیار هم خوب. شما اصلا نامتون با نام فردوسی آره من گره خورده؟ 16 سال 14 سال 12 سال که اینجا. بله. 14 سالم در ایران. خب دیگه شده فامیلیم هم فردوسی شده، اگر به خاطر فامیل
بزرگ پهلوان نبود، یعنی خاندان پهلوان نبود، ما می‌داشتیم عباس فردوسی بله. یا بیژن فردوسی. آقای پهلوان، شما برای نشریات مختلف کار کردین، خب مهمترینش همین فردوسیه که نشریه روشنفکری ایران همیشه ازش یاد میشد. در مورد کار در فردوسی بگین، چه فرقی داشت کار مثلا در مجله فردوسی با روزنامه های دیگه که اونجا فعالیت داشتین؟ مثلا در پیش از اینکه سردبیر مجله فردوسی بشم، مدتی با مطبوعات تهران کار کردم، بیشتر هفته نامه آژانس کار کردم. بله. از اونجا مجلات مختلفی بلافاصله سردبیر مجله آشفته شدم که مرحوم عصار میدادن خیلی معروف بود آشفته، و چون فوت کرده بود از من خواستن که ادارش کنم با همون اطلاعاتی که کارهایی که کرده بودم مثل ابتدایی در مجله روزنامه ها، من مجله آشفته دادم، بعد اراده آسیا بود، بعد مجله دیگه بود. پیش از فردوسی من در مجله امید ایران کار میکردم. بله. و در مجله روشنفکر کار میکردم، و پیش از اینکه باز این آقای دکتر مصباح‌زاده و آقای قریشی از گفته که ما میخواییم مجله زنانه در بیاریم به رقابت با چیز، چون آقای سعدالدین الهی دوست من به هر لحاظ غر کرده بود رفته بود، من رفتم اونجا و اولین شماره رو دادم، گفتم به یه شهر من یک شماره میدم و دیگه کار نمی کنم تو مجله زنانه کار نمی کنم، و تحویل دادم اومدم که بعد آقای بعد دو سه شماره که دیگران دادن، آقای مجید دوامی که معروف ترین سردبیرای اون موقع مطبوعات بود عهده‌دار شد سوز زن روز. بله. و زن روز فکر کنم رقیب اصلیش اطلاعات بانوان بود، درسته؟ بله. بله. اصلا اطلاعات دار مسائل رو مطرح میکرد که اون محتاط بودن و مثلا جنبه قدیمی بودن به اطلاعات اجازه نمیداد، ولی اونا مجبور شدن که یه تحولی در کارشون بدن. چطور تصمیم گرفتین که خاطرات خودتون رو بنویسین؟ والا خاطرات هم به این شکل، والا مشوقم عسل بوده، عسل فرمان که بشنم بیمسن، و من اصولا به فکر این نبودم که خاطرات بنویسم، تو اغلب تو بعضی از اینها رو به صورت مقاله هست یا اشاراتی هست که ما اونجا رفته بودیم، یا مثلا مسائل سانسور هست، اشاراتی شده در دوره های فردوسی، ولی این بانی خیره این دو تا جلد اصله، اصل پهلوانه که خوشحال فعال علاقمند این پاریس درس خونده و قرار بود که ادامه بده در کار دانشگاهیشو، و بعد که مومدیم دیگه لس آنجلس دیگه کار خودش بده. شما الان بیش از 70 ساله فکر میکنم فعالیت روزنامه نگاری دارین. 70 ساله میشه، 70 ساله، من 18 سالگی شروع کردم، یعنی از 5 ادبی دارالعلوم. خب شاهد فعالیت چند نسل از روزنامه نگارا بودیم. بله. برامون یک کمی بفرمایید از کسانی که زیر دست شما تعلیم دیدن و یه چهره شدن برای خودشون. زیر دست ما سبک فردوسی رو میپسندیدن و ما سعی میکردیم که بگیم چی میخوایم. ما میخوایم مسائل جوانان رو مطرح کنیم، مسائل ایران رو مطرح کنیم، مسائل خودمون رو مطرح کنیم و مسائل امروز جهان. برای هر کدوم قسمتاش هم آدم های متخصص و به عنوان نویسنده اصلی انتخاب میکردیم، به
من یادم میاد 4-5 شماره اول و آقای دارش و همایون تفسیرهای سیاسیشو مینوشت. بعد آقای هوشنگ وزیری از آلمان اومدن سردبیر آیندگان شدن، بعدا آیندگان شد، ولی در فردوسی یک سال یک سالی میشن کار میکردن. از اونجا آشنا شدن با آقای همایون و دیگران و بعد رفتن. و بعد آقای فرامرز برزگر بودن که مطالب فرانسه بر ما ترجمه میکردن، آقای علیرضا میبودی بودن و که از آلمان اومدن، ایشون هم به ما پیوستن. به اضافه اینکه مرحوم خلیل ملکی به عنوان دانشجوی علوم اجتماعی مسائل را برای ما طرح میکردن و اصولا اون طرح نظر دادن که بیشتر مجله رو طرف جوانان ببریم و دانشگاهیان. بله، اون موقع که اون دوره اون 5-6 سال آخر حکومت پادشاهی وضعیت مطبوعات چگونه بود؟ آیا آزادی عمل داشتن؟ اون اوائل اگه توجه داشته بشید مجلات همچنان زیر نظر شهربانی بود، یعنی محرم علی خان چک میکرد، بازبینی میکرد. هنوز قانون امنیت اجتماعی رو دکتر مصدق تصویب کرد و دو اختیاراتش، یکی از اداره های اون قرار رو در اداره اطلاعات شهربانی و سواک مطبوعات میشد. بله، ولی موقعی که تا دکتر مصدق عوض نشد، بختیار اومد اون مثلا لایحه رو اجرا کرد، یعنی اداره اطلاعات، سازمان اطلاعات و امنیت کشور درست کرد که بعدا من به چه مناسبت ساواک میگفتن. شاید به این خاطر که اونایی که اونجا تحصیل میکردن عرب، این عادت فرانسوی ها که خلاصه میکنن اسمان راحتر میگن، اونجا رو گوشن ساواک، سازمان امنیت و اطلاعات کشور. درسته، تیمسار تیمور بختیار منظورتون بود. بله، در دوران مصدق، حالا کمی عقبتر برگردیم، خیلی صحبت میشه که میگویند در دوران دکتر مصدق همه نوع آزادی در ایران بوده و یه دولت دموکراتیک بوده و خلاصه مردم راضی بودن. شما که حضور داشتین در صحنه به عنوان یک روزنامه نگار فعال، میشه اون دوران رو برای ما به صورت خیلی اختصار بفرمایید چگونه بوده از لحاظ آزادی مطبوعات؟ دوره هیجان ما بود، راضی بودن از این نظر بود که یک شعار واحد ملی پیدا کرده بودن. ملی شدن نبود، همه راضی بودن غیر از توده یا غیر از توده که شدیدن علیه دکتر مصدق بود و تمام دوره دو ساله حکومت دولت دکتر محمد مصدق با تظاهرات هر روزه چپی ها و توده ها که با اسامی مختلف اونجا درست کردن، خانه صلح بود، جوانان دموکرات بود، مبارزه، جمعیت مبارزه ضد اجتماع بود، یه پوششی بود برای فعالیت حزب توده که بر اثر ترور ناموفق شاه در 15 بهمن 1327 منحله اعلام شده بود. و کار بی خودی هم کردین، کار حجیر بود یا دکتر اقبال وزیر کشور بود منحله کردن، چون اون مدتی هم فعالیت داشتن، طور موزر نبودن که بعدا شدن. و واقعا اگر من اعتقاد دارم اگر تظاهرات هر روزه و ناامنی های خیابانی زمان مصدق نبود، این مشکل نه به این مشکلات که بعدا پیدا شد پیدا نمیشد، چون بعد از مرعوب کردن دکتر مصدق و هیئت دولتش، توده‌ای ها تصمیم به یک، به اعتقاد من تصمیم به یک کودتای نظامی داشتن. برای اینکه اونطور سازمان در ارتش 40,000 نفری شاه
اینا بیش از 670 افسر داشتن و عده زیادی درجه دار و گروهبان که اون افسرا اسمشون رو سرای سیامک و سرای مبشری رمز کرده بودن و پیش یه جای محرمانه گذاشته بودن، ولی اون گروهبان ها درجه دار اونا هم رمز بود، اون دست یکی دیگه بود. بر اصل تصادف اینا اون خونه رفتن که اون رمز اونجا بود، اونجا خونه آقای کیوان کیوان مهاجر نه تهار یه آدم محرمشون بود که یادتون باشه سه نفر رو اعدام کردن در اولین بدمان سازمان نظامی، مبشر و مبشر و سرعی سیامک و اون کیوان. بله، روی هم رفته آزادی مطبوعات در دوران آزادی مطبوعات در دوران مصدق چطور بود؟ در مصدق خوب بود، خب ولی توقیف هم میکردن دیگه مرتب، مثلا روزنامه های مخالف مصدق توقیف میشد، آخه دست راستی هم داشته، یه دی دست راستی هم مخالف داشتن، داشتن آدم های خوشنامه هم نبودن، روزنامه های خوشنامه هم نبودن، ولی از این طرف مثلا به سوی آینده مصلحت اینا منطقه امتیاز های مختلف داشتن، مثلا میگفتن بشیر به جای به سوی آینده، ولی اونا چون از هرگی پنج شده هم بیده میتونست امتیاز بیده. بعد روزنامه هایی که علیه شاه ممکن بود مطلب بنویسن چی کارشون میکردن؟ علیه شاه هیچکی نمینویش، مطابق قانون اساسی همین سانسور و شاه سانسور میکرد، شاهی کسی میتونی سانسور بود، اصلا ما به خودمون جرأت نمیدادیم، اگه ترسار قانون مرد شده بودیم به شاه مملکت توهین کنیم، شاه مسئول نبود، باید با دولت ما یه دین مخالف دولت دارم، اونایی که اون دست راستی ها و دست چپی ها به مصدق بشیدن، مستجرن ترین کاریکاتور رو علیه مصدق میکشیدن، چلنگتر چلنگر که روزنامه فکاهی بود شدیدترین شعرها رو علیه مصدق گفت، اینا هیچ به شاه توهین نمیکردن، اگر میکردن به اشاره بود که خودشون میفهمیدن. شما خودتون مصدق و یه چهره دموکرات میدونستین؟ من طرفدارش بودیم، حزب بودیم که طرفداری که من خودم اول جز دانش آموزان جبهه ملی بودم که بعد آقای ابوالفضل مرشی اتحاد ملل میداد، روزنامه اتحاد ملل میداد، من اونجا مینوشتم که بعد که اومد سردبیر شاهد شد من تو شاهد می نمیشم و بعد که مصدق رفت ما یک کار روزنامه های کار مطبوعاتی ما ادامه دادم، یعنی مستقل شدم به صورت اینکه کار مطبوعاتی باید بکنم. خب برامون از اون دوران اون 5-6 سال آخر حکومت سلطنتی بگین، وضعیت مطبوعات چگونه بود؟ اینو میخواستم بگم، بعد از اینکه سواک تشکیل شد، بختیار اولین رئیس سواک بود و بعد فرماندار نظامی بود، یعنی نظام فرماندار بود، اینا یه دست شهربانی خارج شده بود، گاهی اوقات شهربانی محرم علی خانه میبستن جمع بکنه، ولی در اختیار سواک اینا یه اداره درست کردن، اداره مطبوعات، با این وجود وقتی وزارت اطلاعات تشکیل شد وزارت اطلاعات جهانگردی بود، فقط مال مطبوعات یا اطلاعات نبود، یعنی در واقع وزارت اطلاع رسانی بود تا اینکه وزارت امنیت و اطلاعات باشه، یه اداره اونجا سواک اونجا داشت. بله اداره داشت، فقط یک دو تا مأمور داشت که اگر سواک تصمیم میگیره به وسیله وزارت وزیر اطلاعات ها چی میدادن، خودشون تماس مستقیم با ما نداشتن، با مطبوعات ها نداشتن، حتی تا این اواخری که مطبوعات ها دیگه روزایی بود که دیگه اصلا مهارش در رفته بود از دست سواک، ولی هیچ وقت خود سواک دخالت مستقیم نمی کرد، به مثلا
آقای نیکوخا که وزیر معاون وزیر اطلاعات بود یا آقای جواد منصور میگفتن که آقا فلان مطلب در ننویسید یا فلان مطلب بهشون بگید به مطبوعات این ناجوره. بله. خب همه الان هم که حکومت اسلامی اینجوریه، زنگ میزنن و میگن به روزنامه‌نگارا که کدوم مطالب رو میتونن پوشش بدن کدوم رو نمیتونن. الان خیلی بده. اون وحشت نبود. بله. به اون وحشت نبود. حتی در اواخر یکی دو سال آخر که اصلا اینا هر چی دلشون میخواست مینوشن، برای که دو تا سردبیر بزرگ بزرگ نشریه ایران افتخار میکردن که هنوز عضو تودن. بله. آقای صالحیار و آقای دوست ما آقای حاتفی. حاتفی؟ بله. حاتفی بسیار بچه انسان خوبی بود. آقای صالحیار بسیار با سواد بود. درست. و واقعا این آقای تورج فرازبر تربیت کرده بود برای اطلاعات. بله. برای این کار اومده بود اونجا کار بکنه و یک کلاس درست کردن. آقای گفتم آقای حالا از اسم بگذریم، میدونیم آقای پهلوان تاریخ رو با اگر و مگر نمی نویسن. خب فکر میکنید اگر مصدق و شاه با همدیگه همکاری تنگاتنگ میداشتن و این اختلافات پیش نمی آمد وضعیت ایران چگونه میشد؟ اصولا در ایران همیشه یه نفر که سیاست مدار میشه، یه نفر یه شغل سیاسی پیدا میکنه، وزیر میشه، یه ده حواری پیدا میکنه که اینها نمیذارن یا اون کار بکنه یا تقاضاهایی دارن. قوام سلطن هم داشت، حکیم الملک هم داشت، حجیر هم داشت، اقبال هم داشت، همه یه ده. تو مصدق خب دوستای جبهه ملی شدن، یه ده دوستای جبهه ملی شدن که خیلی باش صمیمی بودن، مثل مکی، مثل بقایی، مثل آیرزاده. اینا غیر از این بود که دور اعصاب قوام سلطن کوپن میخواستن یا مزایده میخواستن. اینا واقعا برای ملی شدن نفت و برای این کارا فعالیت میکردن. اینا خب در نتیجه و اگر حمایت شاه از مجلس و قول خود اینا میگفتن نصفش، برای که میدونی اینا میگن مصدق یا هر دولت دیگه دخالت میکنه، احتیاج به دخالت نبود. یعنی کسی بود که فقط سوئیس ملک داشت به دقیقانش رو بینید رو بینید سرده زولفقاری همیشه وکیل بود. بله دوست. آقای قشقایی همیشه وکیل بود. بود مالک های دیگه در از اینکه 59%، 60-70% مالک بودن. بله. یا وابسته به مالکی بودن. این بود که اون مجلس به بعد رو بگفتن نوکر انگلستان. همون مجلس قانون ملی شهر نفت رو تصویب کرد با اشاره شاه و اینا بعدا به اشاره شاه گفتن مصدق میخواییم، شاه فرمان رو برای مصدق نوشت. اینا تا سال 1332 اختلافی نداشتن، شاه هم دخالت نمیگه. ولی گفتم همین مسائل مثلا برنامه مصدق دو تا بیشتر نبود، یکی این که نفت رو ملی بکنه، خلیت بکنه از انگلستان که کردن. 29 خرداد رفتن آبادان مهیت و که اینا رفتن. بعد اون دور قانون انتخابات که خودش معتقد بود مجلس 17% 70% ملی هست و این که این وسط فرمانده کل قوا رو بگیره این چیز بیمعنی بود، چیزی که شاه رو رفتن ترسوندن که این میخواد این پدر که نخست وزیر بود و شاه شد خودش شاه شد. تعالی فکر نمی کنم مصدق حضر شمهور هم فکر نمی کرده بود بشه. یعنی این خودخواهی، برای که یکی از رجال مشروطیت بود، یکی از رجال قاجار بود. بله. مظفرعلی شاه داییش بود،
و به قول میگن حتی پدرش در حال غیر رجل استخونداری بود که چرچین سوداهایی نداشت اون در اون سنی که او داشت. ولی خب در حال ده خدا رو میخواد ده خدا از اون شده اینو گذارم میساختن مسئله رو. آقای پهلوان، بعضی ها معتقدن که اگر این اتفاق نمیافتاد 28 مرداد و مصدق سرنگون نمیشد، این انقلاب اسلامی هم روی نمیداد و نمیشه گفت، نمیشه گفت این چیز اینطور طولانی داشته باشه. از 1332 تا 57 یه جریانی، البته یک جبهه نمیشه گفت وسیعی تو جبهه ملی که یا نبود، برحال جلد دولت شدن، دولت های بعدی حتی وزیر شدن، مثل توجه که وزیر مصدق بودن. البته چپی ها بعدن مارکسیست لنینیست ها که مثلا چریک های فتای خلق اومدن اینطور تبلیغ میکردن، دروغی هم همونهایی که مصدق زمین زده بودن نداشتن اون سال اول تموم کنه خلع یدو اون همه تظاهرات، اون همه شما اون چلنگر اگه دورش رو ببینید واقعا اون کاریکاتور رو به هره هیچ دولتی نکشیدن، کره مصدق کشیدن. اون شعرها رو زیر پتو آیرم پتو آیرم که خیلی مرحوم افراشته افراط میکرد به حزب توده، 30 تیر جوانهای حزب توده متوجه شده که اشتباه کردن. یعنی اول جوانهای حزب توده متمایل شدن به مصدق و بعد حزب توده تغییر روش داد. تغییر روشش به این ترتیب بود که مصدق رو از شاه جدا کرد. اگر یادتون باشه نزدیکای انقلاب یک اعتصابی اتفاق افتاد، مطبوعات 60 روز اعتصاب کردن و مردم بیخبر بودن از همه چی و از حالت شایع، خبرها به صورت شایع پخش میشد داخل. اون موقع موضع شما، روی کرد شما چی بود نسبت به این اعتصابات؟ همیشه در سندیکا اولا همیشه اکثر اونها بچه هایی بودن چون اکثریت با اطلاع کیهانیه بود و اینها غیر از اون حقوقی که می گرفتن از روزدان و خیلی کم بود، از وزارتخونه هر کسی مأمور وزارتخونه بود از اونجا حقوق می گرفت چندین برابر حقوق اطلاع کیهان. و من همیشه موزم چند نفر بودیم که نبودیم، اغلب جلسات سندیکا که میشد جلسه عمومی من مخالفت میکردم. از جمله مخالفت های این بود که اینا خواستن خونه بسازن، سازمان امنیت گفت من 100,000 تیمسا بختیار گفت من 100,000 تومن کمک بکنم. من باید شما گفتم چون مدت بوده تا آخره میگم من نوکر زاواکیم تاواکیم اینه خونه براتون ساخته. بعد اومدن یه چند ماه دیگه که اینا فعالیت میکردن که هویدا رو راضی کنن که خونه بسازه، شهبانو گفت من کمک میکنم 100,000 تومن. من با اونم مخالفت کردم، گفتم ما میتونیم خودمون پول جمع کنیم برای خونه بسازیم، اگر خونه میخواد هر کی بره خونه خودش رو بسازه. و هی نگذارن جوش برای خودش، اولی کسی مثلا خونه نمیخوام خونه منم خونه اصلا نمیخوام به من ندید اصلا به اونا بیدید که محتاج هم. در نتیجه یکی از جلسات چی بود من بلند شدم گفتم آخه این قلم ارزش داره، یه روز بعد بذارین قلم و زمین باید مملکت تکون بباره، شما میخواید بی نهایت بگید ما اعتصاب میکنیم، من نمی کنم فردوسی رو موضوع شدیم کردم. فکر میکنید اگر آزادی مطبوعات واقعی وجود داشت مملکت دچار یک همچین حادثه ای می شد، حادثه انقلاب؟ من نمیدونم آزادی واقعی، چون
آزادی واقعی اگه خیلی بخوایم اونطور فکر بکنیم، مثلا اولا ملت ما سواد نداشت با اون آزادی دیدهش بخواست مرد امروزش شورش باشه، کریمپور شیرازی فوش شدن الان هم به یه آخونده فوش میده خوششون میاد مرمزه با اون صورت آزادی که در اصلا در فرانسه باشه. میخوام بگم نبود، سانسور بود، فشار بود، نارضایتی بود، ولی با اون صورتی نبود که انقلاب بشه. آخرین دسته ای که مثلا به حقوقشون رسیده کارگران بودن و آخرین دسته بودن که به اعتصاب پیوستن. شما کی فکر کردین که ممکن انقلاب بشه؟ در چه مقطع زمانی؟ مثلا تا روز 22 بهمن باور نمی‌کردم. اصلا فضای عمومی فضای انقلاب نبود، تظاهرات بود، تظاهرات چند تا خیابون بود، یعنی تظاهرات موضعی میگن جمع میشدن 30-40 نفر شلوغ میکردن اینا، یکی خیابون تخت‌شمشیر بود، یکی جلو دانشگاه بود، یکی چند خیابون فرعی. میتینگی که دادن که اونم اشتباه جبهه ملی بود، تاسو عاشورا رو یه روز تاسو رو آخونده گرفتن، یه روز عاشورا رو ملیون گرفتن راه پیمایی کنن. اون راه پیمایی تو پیاده رو که میدیدی آدم صد برابر بیشتر از خود دمانسترسیون بود، تری بس خیلی اینا راه پیمایی بود. بله. عده از شمرون و اینجا ها میمدن تموشا تو بیاده رو باید میتونن ساندویچ میوردن، ویسکی میوردن، باید میتونن تموشا میگردن که پس کنن. بعضی ها معتقدن که شاه واقعا مملکت رو خیلی راحت داد دست آخوندها و از ایران خارج. فکر میکنید میتونست؟ آخرین صحبتی که شما اولین نفری هستید میشوید، من چند روز پیش که در فرانسه با آقای رزمارا موافقت کردم، گفت بختیار گفت که شاه راضی شده بود که نره، یعنی گفت بختیار بهش گفت خب حرف صدیقی بهتون رد دیگه که تو همون رو قبول میکردی که اینطور جبهه ملی هم متلاشی نمیشون. آقای رزمارا گفت با من مصاحبه میکرد چند روز پیشترا، گفت که راضی شده بود که نره، ولی معلوم نبود اصراری که سفیر انگلیس و آمریکا نشون میدادن در این کار نشون داد که میخواستن چهار رو ببرن. در مورد این روزنامه نگاری الان میخواستم ازتون بپرسم، حتما دنبال میکنید فعالیت های روزنامه نگاران جوان ایرانی رو، چه تفاوت هایی میبینید؟ نثر نویسی آیا فرق کرده؟ نه. پیشرفت داشتیم یا پس رفت؟ چیزی که جلب توجه من کرده میزان پاز به قول لعات روزنامه شون پول بی حساب دارن، یعنی اکثر شما می سابقه باید 3-4 روزنامه هفتگی بود، 4-5 روزنامه هفتگی بود، 4 صفحه در می بردن یا 8 صفحه در می بردن، 2-3 مجله بود و 2 روزنامه. ولی شما الان بحثات روزنامه فروش رو میدید 100 روزنامه در روزنامه، یعنی ما شما بزنید اینه صفحه اول دارن تو بله. اینترنت بله. بزنید یک عالم روزنامه میاد بیرون که من ما یه صفحه داریم اینجا، یه ستونی داریم نمیرسیم همه رو هم بذاریم. نگاه کن اینجاست به اسم تک مزرا. بله. تک مزرا این روزنامه، روزنامه آفتاب نیمیز، روزنامه آرمان ملی نمیشه. اینجا به اشمال خودش ببین چند روزنامه است در روز در میاد. درست. ولی اونقدر تقاضا نیست برای رو خوندن روزنامه. جوان ها زیاد دنبال روزنامه نمیرن. نه هیچی. باید میشن اینطوری نگاه بکنن رد میشن میرن. بله. کیهان پخش میکنه 200 بیشتر تیراژ نداره، اینا اغلب روزنامه هاشون تیراژ نداره، فقط در میارن برای ویترین رژیم. بله. تو
توشون آدم های قدیمی خیلی کمه، آدم های با استعداد که عده هستن و بعد مطالب خیلی نواخته. بله. یعنی این ایدئولوژی، مملکت ایدئولوژی پیدا کرده، مثل ایدئولوژی مارکسیست، این هم ایدئولوژی ولایت فقیه رو دارند و اسلام رو دارند، یه نواخت کرده هرچی بعد اسلامی بشه. الان کدوم دوره بیشتر آزادی مطبوعات هست؟ الان یا اون 6-7 سال آخرش ها؟ 6-7 سال آخرش ها اصلا با نظام گذاشته ها بله. شما از 1120 تا 1132 مستدرین ها که فوق‌العاده بزرد مطبوعات. ولی اون دوره مثلا 1350 تا 56 رو مقایسه بکنید با الان اونم باز قابل مقایسه نیست. الان به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. آقای پهلوان، تحولات ایران رو حتما دنبال میکنید دیگه. مثلا همین در مورد این کرونا میخواستم ازتون بپرسم، رهبر مملکت میاد خودش واکسن رو میزنه، مطابق دروغ به مردم میگه که واکسن رو نزده، هنوز منتظر واکسن برکت بزنه، بعد جلوی ورود واکسن های معتبر رو مثلا استرازنیکا یا فایزر میگیره، باعث کشته شدن، باعث مرگ هزاران نفر شده. یه همچین کسی مثلا فرض کنید توی کشور دموکراتیک اگه بود، آیا اینو مثلا محاکمش نمی کردن؟ یه همچین رهبری رو؟ ولی اینو میخوای بگی اینا از بعد خود امام رو محاکمه میکردن. این حکومت تمامش قابل محاکمه است. حتی بدون محاکمه هم اینقدر ملت دقیق دلی دارن که سری میخوان بتن اینو نمیکن. اینا از جلوی اینو گرفتن چند تا در روز میمیره، رسیدون به 570 نفر در اثر کرونا، فقط بر اثر یک اشتباه رهبر. میتونست که آقا من اشتباه کردم. آقا توی این همه همون موقع آمریکا حاضر بود که 1,500,000 دوز به اینا هدیه کنه. خب این بهترین فرصت بود برای یک رهبر مملکت که تمام حسابات بگه حالا دوستی میکنیم، اصلا به ما بالاخره اتفاقی باعث میشه آدم با قهره با رفیقش ببینه پدرش مرده میره دیدن خد چیزش بهترس نجبه یه آشتی میکرده تموم میشه. ولی دوست داره که این ضدیت رو با آمریکا حفظ کنه. نه دشمن میخوان. بله دنبال دشمن. دشمن میگردن اون همه هفته است نبشن. نشه نه اگه دشمن پیدا نکنن، یکی این متولی شابدلزی رو میبینن اعلام استقرار بکنه بگه من دشمن جمهوری اسلامی هم، حکومت مستقل شابدلعظیم و شهرره و سید ملک خادم امامزاده عبدالله اینا شروع میکنه به هم دعوا کردن. این راهکار رو شما در چی میبینید؟ مردم چگونه میتونن از این وضعیت واقعا رقتبار، وضعیت پرفلاکت که الان باش رو بروان، از این حالت خارج بشن؟ مملکت ما در سالهای آخر خوشبختانه به شما بگم اونقدر احتیاج نیست، یعنی رفاه بود خیلی. بیشترین طبقه زحمتکش ما بود که به حقوقش رسید. و واقعا من یه خارجه داشتم، کارگر بود، کارگر برق بود، و این عید اومده بود میگفت دایی اینا رو من چیکار کنم این همه پولو، یه عیدی گرفت بود، یه پاداش گرفت بود، من نمیدونم چیکار بکنم. یعنی واقعا راضی بودن دیگه. گفتم یه مقدار عزت بود، نه اینکه سانسور نبود، ولی یه پاسبان سرگذر مزاحم کسی نبود، در زنگ میزدن کسی نمیترسید. اینقدر که خود ما هر خونه نگران بود که نکنه بیان بگیرنش. میگفتم آقا پسرت اینی گفته دخترت روسری برداشته، بعد که قابل تغییر بود و می بردن. به خصوص کشوری که نهی از منکر و امر به معروف داشته باشه، یعنی هر لحظه در خطر گرفتاری هست. فکر میکنید چرا مردم دست به یک کمچین خودکشی جمعی زدن؟ حالا علتش زیاده. این اولا ملت خواهد شوخیه،
همونطور که عرض کردم حضورتون، اون عده‌ای که بودن ملت ایران نبودن. ما خیال میکردیم. و بعد اون چپی ها و توده‌ای ها به اینا شکل دادن که چجوری راه پیمایی کنید به دوست کنم. و ملت واسه را تماشا میکردن این اکثر. و وقتی که طرفدار وقتی ها نخست وزیر شد، آخری میتینگی که دو تا میتینگ دادن که تو امجدیه دومی در مجلس افتان هستن تا نخست وزیری، 400,000 نفر آدم اومده بود. بله درسته. یعنی جوالشوش اینا برای همین مهندس بازرگان گفت زود حکومت رو ما دادن. باورشون نمیشد. خود انقلابیون باورشون دیدن اگر برای داره از دست میره. درسته. داره مردم دوشن باید کجا میره. خب الان یک واژه خیلی استفاده میشه، براندازی. میگویند که جوان ها دوست دارن که این رژیم سرنگون بشه و آزادی که واقعا نیاز دارن دست پیدا کنن. به نظر شما آیا این براندازی میسر هست با توجه به این وضعیت سختی که الان مردم باش رو به رو هستن؟ من از اول معتقد نبودم به با اون مارکسیستا که به اصطلاح در رأسشون آقای جزنی بود. بله، بیژن جزنی. چون شباب هم میرفت بار مرمر اگه اسمش بسید پاتوق روشنفکران اینجا بود، همه میمودن اونجا. یه گفت آقای جزنی میخواد باهاتون صحبت بکنه چون خیلی معروف بود. و تمام این چپی ها از اون گور سرخی که اعدام کردن شعرها شما چاپ میکردیم، شعرهای فیک میکردن به شاه فوش دادن. حالا به آن ولی ما اونا که چاپ میکردیم من برخلاف قانون اساسی چیزی نمیدیدم. و اونا تا اونجایی که گفتم و بعدم بعضی سانسورا شخصی بود با ما یکی بعد بودن اون پارتی بازی میکرد که بله کار بکنن. در حال عده‌ای هم که در رأس امور امنیتی بودن حراس سلیقه میکردن. یا من بعد اینکه ممنوع القلم شدم رفتم سردبیر با وساطت آقای علم که رئیس هیئت امنای تاج بود، مجله ورزش تاج، گفتم دوباره ورزشی بنویس، سردبیر ورزشی. بعد ما رو میخواستن تیم ملی بره اسپانیا، گفتن سردبیرای مجلات ورزشی هم برن. ما رفتیم با تیم ملی و سردبیرا، گفتن شهبانو میخواد اینا رو ببینه. یه محلی رفتیم و شهبانو کمک که بچه ها رو ببینه. و واقعا این ننوشتم به خاطر یکی از رفقای نازنینم که این معاون سردبیرش بود، آقای سعدالدین الهی سردبیر که اونو برداشت. درسته. این معاونش بود. بله. این پیش من وایساد دادم گفت شهبان اومده از شما چون یا تعظیم کنم از شما برم چون اصلا من همچه کار نمی کنم. اگه اون مهم دیدم قیافه چیز مقدم شدنن. بعد خلاص شهبانو دست دیدم تو مار کردن شهبانو اومد. خب تو اینجا چی کنم کنی؟ شما اگه اتراره ممنوع قلم کردن. گفتن در سیاست دخالت نکنید برای ورزشی بنویسیم. یادم میبینید سه شب رو لبش اینطوری کرد برای وای من بکرد. و تو برای که میدید که مثلا نه در تمام رشته های هنری همه رو ما معرفی میکردیم توی مجله فردوسی که اینا در کنار معروف شدن اوپرا رو راه انداختن، در کنار نمایشگاه نقاشی رو انداختن، در کنار جشن هنری این بود که واقعا اون قیافه شعبانو هیچ وقت یادم نمیاد. هیچ
هیچ تیتری هست که دلتون میخواست این تیتر رو میزدید توی مجله فردوسی و به خاطر مسائل همین بازبینی و امنیتی اینا نتونستید؟ هیچ تیتری هست؟ تیتر اکثرا من میزدم، گفتم رعایت در حضور چارچوب قانون اساسی مشروطه بیتا. خب تیتر خیلی ها دلشون میخواست بزنم مرگ بر شاه رو اونجا بزنم، یا مردم تو خیابون میگن مرگ بر شاه. من هیچ هر چیزی بود ما میزدیم. آخرین وقت فردوسی توقیف کردن یا همه رو جمع کردن ۵۳ تا، ما تنها چیزی که زدیم یعنی رو جلی که درست کردیم هویدا بود، داشت پیپش رو روشن میکرد با فردوسی اینطوری. علی خادم، مرحوم علی خادم اینو مونتاژ کرده بود اینطوری، فردوسی فشه بود بله. داره پیپش آتیش میداده، تیز زده آن که در سر حوض سوختن ما میکرد. این زده بودم تیز من نمیدم چرا هویدا خوشش نمیمد از ما، و ظاهرانم خوش رو بهش میکرد ولی امتیازاتی نمیداد به مدیر فردوسی. این مشکل با توفیق هم داشته صدر اعظم. آره بله. خب آیه پروان برگردم یه مدتی به توفیق اجازه داده هر جور کاریکاتوری میخوان ازش بذارن. درسته، ولی اصلا تحمل انتقاد کوچیک نداشت. برگردم باز به این واژه براندازی، آیا به نظر شما این اتحاد، ائتلاف، هر چی لازم بشه بخوایم بذاریم، آیا میسر هست برای ملت جمع بشه هر کاری میتونه بکنه؟ مردم مشت افکار عمومی وقتی یکی بشه، تا اینجور تظاهرات پراکنده است، صنف گاز، کارگرهای گاز برای خودشون، صنف نفت برای خودشون، برای بپیوندید، برای اونجا شناسنامه ازتون بخوان، یا چه کار میکنن، چجوری آدم ها، آقا رهبر، رهبر که رهبر پیدا میشه، رهبر کسی که باید میشه اولین داد رو میکشه، میرم باز زنده باد. این گروه هایی که الان در خارج هستن فکر میکنید توانایی و جنن این کارو دارن؟ نه، اینجا خودشون اختلاف دارن. اینجا خودشون اولا این تلویزیون ها میتونستن خیلی کار بکنن. ما همون مدتی که کوتاهی که من و دخترم توی تلویزیون آزادی بودیم، مرحوم فاضلی بود، ما یک سال بودیم، کی بودیم؟ ما دوستا خیلی تونستیم افکار عمومی در ایران تکون بدیم. درسته، یا در رادیو در افش کاویانی در پاریس محبوبیت زیادی هم داشتید داخل. بله، خیلی با تماس داشتن، نامه می نوشتن، با خطر داشت برشون. بله، ولی یواش یواش پراکنده شدن، خصوصی شدن، خصوصی شدن، الان پراکنده. الان هم اینجا با هم اختلاف دارن، آقا سلطنت بکنه بخواه یا جمهوری بخواه، بابا اولی یارو رو ببریم. بله، باید ملت یکی بشه، یعنی یه حرف داشته باشه، همیگر آزادی، آزادی رو بر کن، بگو من نون میخواهم گرسنمه. آقای پهلوان، در رابطه با این کتاب جلد دوم مثلا خاطرات، یک خاطره شیرین و یک خاطره تلخ رو میتونین کوتاه برامون بیان کنید به عنوان پایان بخش، به عنوان پایان بخش این مصاحبهمون. من یه باور کنم، تو تا دوستای خوب ما یکی مهدی قاسمی، که مهدی قاسمی سردبیر وزاره روزنامه به سوی آینده بود، مهدی برادران قاسمی. بله، بسیار آدم بازدوقه بود. درست. و یه دفعه اسمه بیجه چه مفسر ما رادیو
تورج فرازمند. تورج فرازمند و فرازمند واقعا دوست صمیمی برادرم بود و بعد من اصرار که من و عنایت و یکی دیگه دو تا نوشتم شایی مصطفی برنامه فروزنده اربابی رو عصر را می نوشتیم. بله که 5 و 3 دقیقه. بله هر روز یه نفر می نوشتیم، دو نفر می نوشتیم، 4 قسمت رو دیدم. آشنا بودیم با فروزنده اربابی ولی یک دیگه کار دیگه نکردیم. بعد پرویز خطیبی گویا غر کرده بود به دنبال اون مستجاب و دعوه، مستجاب و دعوه و فروزنده عربی هم غر کرده بودن. این تورج فرازمند با قاسمی بزرگ دبیر را یعنی تمام رادیو این دوتا بودن کنم بیا سردبیر این را با همه این را رفیقم شما چی هم؟ گفتم به شرط اینکه تیم بیاد، که تیم طنزنویس بیاد. در نتیجه به جای یه پرویز خطیبی که تمام برنامه رو بنویسه، ما در حدود 10-12 تا طنزنویس داشتیم که نصف اینا توده یه سابق بودن. بله. مثل منوچهر محجوبی، منوچهر احترامی، دیگه حاجی خورسندی، اینا یه هیئت تحریریه برای اونجا درست کردید. گفتم شما بنویسید من میبینم، تصویب میکنم، اصلاح میکنم، پخش میشه، این کار میتونم بکنم. روز جبسش هم میام رادیو وای میستم که چیز کنم. و مرسد جا با درب و فروزن درب به خیال میکنم یه نازشون رو میکشن. البته من خواهش کردم مرسد جا من اومدم چون خیلی با من رفیق بودن هر دوتاشون. گفتم که من اومدم شما میگه دیگه بگیم کنم که ما امتیازهایی میخواییم و اینا باید بگیریم. بایدم در حال من هفته آینده شروع میکنم. بله و اگه شما نیارید یکی دیگر رو میزنم. گوه بیا ما بعد مجبور را بدم به ما چون یعنی یه مقدار غرور کاذب داشتن چون اون صدا از هر جو پخش میشود. بله بله بعد فروزنده که فروشای بعد که هیچ وقت من به گوش نگفتم. بعد بهش که گفتم من گوش رو میخوام، گوش رو میخوام کی رو اصلا میخوام بریم من منوچهر نوزایی چون بسیار فعل بده آقای صحبت میکرد جبتون گفته و بعد گوش رو من بلد نیستم، من خوانندم. گفتم من روزای اول میام میشینم میون تو، هفته های اول تو چیز می نویسم اینا دستتون چون بعد یه مصاحبه هایی می کردم با خواننده ها اینا یا وسط برنامه می گفتن که آهنگ فلانه این بعد یه شعر مختصری می داد. بعد چی یه دفعه بخش شد فروزنده های بود بجاوی من یه فاشه رو بارید این کاباره این رو بارید کسا من به گوگوش نگفتم علی می گفت که پدرش در بعد در شورشم همین کار کردم. 2 هفته میرفتم اون وسط میشستم با اینکه دلم نمیخواست خودم چیز رو کنم چون اون روز سه‌شنبه که ضبط میکردیم تمام خبرنگارا میومدن. بله. که عکس بگیرن فلان بگیرن عکس. این بود که به قدری برنامه ما گل کرده بود به واسطه تنوع مطالب این آدم ها تیپ هایی که درست کردیم و بعد انتقاد مردم خوششون می اومد. حالا انتقاد از دستگاه های که نبود ولی همون چیزهایی که بود که مملکت چیز برنامه مواری کردن 48 ساعته. بله یعنی ما از صبح پنجشنبه می رفتیم تا آخر شب جمعه. جمعه یعنی اسمشون رازی تعطیلی. و این آقای نوذری، منوچهر نوذری چهره بسیار محبوبی بود حتی بعد از انقلاب هم این محبوبیتش رو حفظ کرد و این دستگاه انقلابی هم برنامه داد. بله بهش اجازه دادم برنامه دارم تو برنامه. بله. خودش هم من یاد کرد. بله. تنها کسی یاد دادم اون بود منوچهر نوذری. بله. بسیار بچه بزرگی بود حتی در پیش از من که پرویز خطیبی این رو دارم بهش میدون نمیدادن. بله این بازی بکنه خودشو نشون بده. روان شاد جناب پهلوان به عنوان پایان بخش برنامه
یک توصیه‌ای دارید برای هیچ توصیه‌ای دارید برای روزنامه‌نگاران جوان ایرانی که الان داخل کشور فعالیت می‌کنند و فعالیتشون هم تحت می‌دونیم با محدودیت‌های شدید و دستشون باز نیست. این ضمن محدودیت شدیدی که دارن و سانسور شدیدی که دارن و نبایدهای بسیاری که به واسطه ایدئولوژیک دارن، ایدئولوژی مذهبی، این که کوشش کنن حداقل با مردم نزدیک بشن. مردم که حتی اگر دو تا عکسشو بندازی تو روزنامه موثره. من نمیدونم، من این به این نیت اینو کتاب کردیم که مطبوعاتی رو بخونن که ما از چی شروع کردیم. بله، از پایین شروع کردیم. من تو زیر گارسه میخوابیدم برای که نمونه اول خودم بگیرم. میگفتن جا نداریم، جای چاپ خونه نبود. این بالا حروف میچیدن، حروف سوربی دیده بودی که. بله، سوربی میچیدن، زیرش خالی بود. من زیر میخوابیدم که اولین چیزی که مقالم در میاد بخونم. و بعد با کارگر رفیق میشدم، با این رسیدم دردهای مردم مینمیشیم. من نمیبینم توی این روزنامه که هر رو میبینم دردی از مردم، از این صفحه ملت. این گرونی باید یه تکونی بده به ملت که و شما نرخایی که میدن، چیزی که میدن، اصلا باید حیرت انگیزه. سرسام آوره. آینده رو چگونه میبینید برای ایران؟ آینده رو برای ایران خوب میبینم، برای اینکه جوانها رو میبینم. ولی نه با آخونده، منهای آخونده خوب. آره، جوانها خیلی پیش رفتن. یعنی جوانه فامیل خودمون رو حداقل میبینم. جوانه خودمون دو تاشون دختر پسر کشته شدن تو حکومت آخوندی. بله، این که بالاخره جوانا میسازن یه جوری در میارن از چنگ اینا و ایران رو پس میگیرن. پس میگیرن برای اینکه اینا بلد نیستن حکومتن. گفتم آخرین شانس این حکومت خامنه‌ای نه حکومت مذهبی، این بود که با آمریکا سر این کرونا آشتی کنه. خیلی خوب، اونا میبینی که با آیدن همش آغوشش این داریه بغل کنه اینا رو. فرصت خوبی بود برای آشتی که آشتی بود، فرصت سوزی شد. این کتاب کتاب ها در ایران آیا چاپ خواهد شد؟ حالا میبرن معمولا. کتاب هایی که من قبلا نوشتم مثلا عراسه اونا مجموع داستانه. بله، مثلا یکیشون کتاب اونجا که اعتدادم 19 تا چاپ شده، چاپ 2000 تا 3000 تا. بالاخره یکی میبره یا خورده خورده میبرن، یه دیگه هم برای استفاده میبرن، یا ممکنه خودشون ببرن یه مقدمه فروش بنویسن یا چاپش کنن. هر یه چیز سانسوری نداره به اون صورت که یک مقدار بچه ها بخونن، راهنمایی بشن که ما چیزی شروع کردیم، نوشتیم، از خبر نویسی، از ایراد نداره خط باید بزنه، یه نفر باید ادیتوری کنه. بله، عصبانی میشن. حتی اینجاش شعر میارن به من میدن آقا چی توش عوض نکنی؟ من شعر یارم من هر جو دلم بخواد میتونم عوض بکنم. بله، اینه که یاد بگیرن اینا رو. امیدواریم. نکته هست که من اشاره نکرده باشم بهش، خودتون بخواین اضافه کنید به گفتگومون آقای پهلوان؟ نه دیگه، خیلی صحبت کردیم با شما. جز این که ما یه مدت زندان بودم که اون خوشکنده که یه فیل تکراریه من بگم، بارها صدای آمریکا گرفته تا بی بی سی و فلان همه گفتن. ناگفته‌ای هستش از شما؟ نه، ناگفته‌ای این بود که ما قرار بود آزاد بشیم، برای شد هیچ کاره ایم در سرزه سوزی که یه دهی ما اتفاقا ندهی زیاد از آخونده ترسان مجله ما بودن، یا آخونده که خود نوتر بودن چی بودن اینا. ولی آخونده های مدرن نه، اصلا چون مثلا من
رو جلد شمر میذاشتم، اینا آشورا خودشون میومد جلد فردوسی اینا. و بعد دیدم بیگناه هم آقای محمدی گیلانی که دو پسرشو گوشته بود، بله بله، به اون آقایی که اومده بود که با ما بیاره بده بیاد بیان بیرون، گفت بذارید دو سه روز دیگه باشه، که آج آقا شما رو زندان شما ناجوره، یه وقت دید که کار داریم دست میدهیم حکومت میدین که واسه پشیمون میشه، شما بگم باید چیمان کنم. بله، در صورت سپاسگزارم از اینکه وقت در اختیار گذاشتین برای انجام این گفتگو. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت و خیلی همه چیزهای خوب دارم آقای عباس پهلوان عزیز. من به قدری به مطبوعات و به نقششون معتقدم که حد نداره و برای همین از هر گونه مصاحبه استقبال میکنم، شاید بشه یه نکته دو نکته تازه هم گفته بشه برشون. کاملا درست میکنم، ممکنه مؤثر بشه، ممکنه واقعا دست هم بگیرن واقعا. فقط آزادی نیست که وعد داد زد. من معتقدم به جای هر چیز اول مملکت باید تولیدش بالا بره، ما تا تولید نداشته باشیم نمیتونیم مستقل باشیم. یادآوری بکنم با اینکه طولانی میشه باید حرفمون، موقعی که در فرانسه دوگل اومده بود اینا میخواستن صنعتی کنن فرانسه رو، دوگل گفت نه، بعد اول گندم بکاریم، تا مردم گندم نکارن، تا تولید نکنیم، تا نون رو خودمون نخوریم نمیتونیم مستقل بشیم، بعد تولید میکنیم، تولید باید داشته باشیم، تولید ملی. بله، سپاسگزارم از شما عباس پهلوان عزیز برای این. امیدواریم راضی شده باشیم. بسیار ممنونم ازتون، انشالله بهتون خوش بگذره این ایامی که در لندن داشتیم. ممنونم از شما. مثلا خاطرات جلد دوم از عباس پهلوان 747-208-22-58. با سپاس از عباس پهلوان عزیز برای حضور در برنامه پرسش و پاسخ از لندن. دوستان عزیز، همچنین سپاس گذارم از شما که این برنامه را از طریق وبسایت bijanfarhoodi.com و شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، تلگرام و آیدیا تیوی از طریق جیلویز دنبال می کنید. در یوتیوب هم می توانید مشترک صفحه بیژن فرهودی بشید تا هر ویدیویی را که پست می کنیم بلافاصله از اون با خبر بشید و جزو اولین بینندگانش باشید. تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو می کنم. ایام بخیر.